با سلام و درود فراوان خدمت شما بینندگان گرامی برنامه دیالوگ. سپاه پاسدارانی که حتی در لوگوش هم اسم ایران رو نداره، امروز کارتلیه که ریشه حیات ایران رو قطع کرده. در همه ارکان سیاسی، اقتصادی، نظامی، فرهنگی و رسانه‌ای حکومت و جامعه ایران دخالت میکنه. از دخالت در انتخابات نظام پزشکی گرفته تا مجلس شورای اسلامی و تا ریاست جمهوری، در همه پروژه های کلان اقتصادی، قرارگاه خاتم الانبیا جای بخش خصوصی رو گرفته، در قاچاق نفت و مواد مخدر هم که به اذعان و کنایه برخی از مسئولین بلندپایه حکومتی، سپاه پاسداران نقش اصلی رو ایفا میکنه، در ترورها و بمبگذاری های خارج از کشور هم که سپاه قدس متهم اصلی دادگاه است، در عراق و سوریه و یمن هم که معرف حضور است. آقای علی رضایی مهمان گرامی این برنامه دیالوگ هستند که من قبل از اینکه ایشون رو بخوام به طور کامل معرفی بکنم، امیدوارم صدای من رو داشته باشن. سلام و احترام ویژه خدمت آقای رضایی. عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما جناب آقای مصطفی و همه بینندگان عزیز و ارجمند برنامه خوب دیالوگ، در خدمتتون هستم. ممنون، زنده باشی جناب آقای رضایی. تشکر که دعوت برنامه دیالوگ قبول کردید. من در ابتدا خیلی کوتاه مختصری از مناسبی که شما داشتید رو و پست هایی رو که بودید برای بینندگان گرامی بازگو میکنم، چون در برنامه های دیگه هم بوده و همین دلیل میگم بازگو میکنم تا بیشتر اگر بینندگان در جریان نیستند بدونن. آقای علی رضایی از سال 1367 عضو سپاه بودند تا سال 1395، یعنی 28 سال در سپاه پاسداران. جانشین فرمانده اطلاعات سپاه استان اردبیل بودند. دانشجوی دکترای ناتمام جغرافیا و برنامه ریزی شهری، مستشار نظامی سپاه به جمهوری آذربایجان در جنگ اول قره‌باغ، مسئول بخش آمار و رایانه سپاه استان اردبیل، مسئول واحدهای بهره‌دهی اطلاعاتی، افسر عملیات برونمرزی در آستارا، مدرس جنگ نرم بودند و همچنین مسئول مدیریت ضد جاسوسی و در حوزه جمهوری آذربایجان مسئول اطلاعات و ضد اطلاعات. آقای رضایی، به عنوان اولین سوالی که از شما دارم و میخوام به این شیوه بریم وارد برنامه بشیم، خب در حالی که ارتش هست، چرا بعد از انقلاب سپاه پاسداران تشکیل شد؟ عرض کنم خدمت شما و بینندگان عزیز که سپاه قرار نبود این بشه. سپاه جایگزین ساواک بود و به عنوان سازمان امنیت کشور شکل گرفت. اتفاقا همون سال 58، دوم اردیبهشت 58 که اولین به اصطلاح جلسه سپاه تشکیل شد، در خود ساختمان ساواک این جلسه رو برگزار کردن و رسما شروع سپاه با دستور مستقیم خامنه ای آغاز شد. لذا سپاه سازمان امنیت کشور بود و قرار بود که وظیفه دفاع از در واقع اون چیزی که انقلاب اسلامی یا جمهوری اسلامی میگفتند رو بر عهده داشته باشه. اما به مرور چون هم ماجرای کردستان شکل گرفت و سپاه در همون ابتدا درگیر با این ماجرا شد و وارد عرصه مسلحانه گردید، بعد هم که جنگ شروع شد سپاه فکر کرد که این یک تهدید بزرگی برای انقلاب جمهوری اسلامی هست، لذا به سمت ارتش شدن گرایش پیدا کرد. این اتفاق زمانی افتاد که خب در داخل کشور هم گروه های مختلف به مرور داشتن به ماهیت انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی پی می بردن و در صدد مبارزه بودند. خب طبیعتاً ناامنی هایی به وجود اومد و ماحصل این شد که وزارت اطلاعات از سپاه جدا شد و به عنوان یک وزارتخانه امنیتی وظیفه ساواک رو بر عهده گرفت و سپاه که درگیر جنگ شده بود و براش راحت تر بود
بود، یعنی راحت‌تر از کار تخصصی اطلاعاتی بود، به سمت ارتش شدن پیش رفت. لذا در پاسخ به سوالتون این رو عرض می‌کنم که سپاه قرار نبود ارتش بشه و یک نیروی مسلح دارای ساختار یگانی باشه. آقای رضایی، استخدام در سپاه چطوری هست؟ استخدام در سپاه در دوره ما با الان خیلی فرق میکنه. خب من خودم زمانی استخدام شدم که خب در اون سن نوجوانی من دوم راهنمایی بودم، سال 65 که به جبهه اعزام شدم. پس از آموزش و سه ماهی که در جبهه بودیم، اونجا فرمهایی رو پخش کردن که وارد سپاه بشید و ما هم که فکر میکردیم داریم از کشور دفاع میکنیم، اون فرمها رو تحویل گرفتیم، بعدش بعد چند ماه پر کردیم و ظرف چند ماه هم استخدام شدیم. یعنی زمانی که من به استخدام سپاه در اومدم هنوز 18 سالم کامل نشده بود. اما الان شرایط استخدامی سپاه فرق میکنه. در حوزه های بسیج افرادی رو تحت عنوان عضویه قرار دادن در رسته های مختلف. اینها میگردن بین جوانان بسیجی، افرادی که اون شرایط رو شرایط لازم رو دارن از لحاظ ایدئولوژیک و از لحاظ سرسپردگی که به حاکمیت دارن و اون باور و اعتقادی که به جمهوری اسلامی پیدا کردن، اینها رو پیدا میکنن و ازشون دعوت میکنن که وارد سپاه بشن. بسیج چرا تشکیل شد؟ در حوزه اطلاعاتی بسیج چه کمکی به سپاه پاسداران میکنه؟ باز بسیج هم آغاز شکلگیریش برای در خلأ مشکلات پلیسی کشور در اون مقطع برای امنیت محله ها، محل محور بودن و اینکه مردم خودشون امنیت اون منطقه رو به اصطلاح تأمین بکنن شکل گرفت. اما باز هم شروع جنگ روند بسیج رو تغییر داد و بسیج به عنوان زیر مجموعه سپاه، به عنوان در واقع سرباز پیاده سپاه به کارگیری شد و سعی کردن که این رو همواره ازش استفاده بکنن، چون یک نیروی بیخرجی بود تقریبا. افرادی بودن که تحت تأثیر ایدئولوژی و تبلیغات قرار می گرفتن و بدون اینکه هزینه آنچنانی برای حاکمیت داشته باشن از اینها به نوعی سوء استفاده می شد و هنوز هم ادامه داره این روند. آقای رضایی، تصمیم گیری های کلان در سپاه چطوری شکل می گیره؟ برخلاف باور عموم که فکر میکنند تصمیم گیری سپاه با فرماندهان سپاه هست، در حوزه سیاسی فرماندهان سپاه هیچ نقشی رو ندارند. لذا در حوزه استراتژی هم همین هست. یعنی به عنوان مثال اگر ورود به جنگ سوریه به عنوان یک استراتژی برای جمهوری اسلامی مطرح باشه، این فرماندهان سپاه نیستن که این استراتژی رو تعیین میکنند، بلکه نهاد نمایندگی ولی فقیه که متولی امر سیاست گذاری در سپاه است، اینها در واقع اون چجوری میگم مأموریت اولیه رو یا ایده اولیه رو میدن و فرمانده ها به عنوان مجری این ایده ها و طرح ها وارد عمل میشن. از در حوزه تاکتیکی بله، فرمانده ها این که چجوری این رو به منصه ظهور برسونن تصمیم گیری با فرماندهان هست. اما در سیاست گذاری کلان حوزه نمایندگی ولی فقیه. همین حوزه نمایندگی ولی فقیه، واقعا من میخواستم سوال بعدیم همین هست. رابطه سپاه با مراجع تقلید چطوری هست؟ آیا یک رابطه مرید و مراد هست یا یک رابطه فرمانده و سرباز؟ و اینکه با ائمه جمعه هم همینطور، به غیر از مراجع تقلید با ائمه جمعه. این رو حالا بفرمایید، من یه سوالی هم بعد از این خدمت عرض بکنم. ببینید، اگر مسئولینی که تا حالا به عنوان نماینده ولی فقیه در سپاه منصوب شدند، این عقبه اینها رو بریم مطالعه بکنیم، به دو مجمع به اسم جامعه روحانیت میرسیم. جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. به اعتقاد من عقبه فکری در واقع ایدئولوژی سپاه و کل کشور همین مجموعه هستند که هرچند چندان اسمی ازشون برده نمیشه، ولی تاثیرگذارترین نهادها هستند. کما اینکه اکثر اعضای مجلس خبرگان، مجلس شورای نگهبان در حوزه به اصطلاح عقیدتش، یعنی حوزه مراجع تقلیدش، از اعضای این دو
تشکیلات هستند و حوزه نمایندگی ولی فقیه هم به نوعی وصل به این هست. این رو از این جهت میتونم به عنوان فکت خدمت عزیزان بگم که در انتخابات ریاست جمهوری که معمولا سپاه از یک شخص به عنوان کاندیدای اصلی حمایت میکنه، نظر جامعتین هست. بله. خدمت شما عرض بکنم که بر اساس اون چیزی که من دیدم، به هر حال سیاستگذاری سپاه از طرف نمایندگی ولی فقیه است، سیاست های کلان مخصوصا سیاست های ایدئولوژیک، در نمایندگی ولی فقیه هم جامعتین، یعنی دو جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، بیشترین تأثیر رو بر این به اصطلاح سیاست گذاری ها دارن. کما اینکه در انتخابات ریاست جمهوری که معمولا سپاه از یک کاندیدا در هر دوره حمایت میکنه به عنوان کاندیدای اصلی و کاندیدای تراز انقلاب، نظر جامعته این هست که چه کسی به عنوان کاندیدای اصلی مطرح باشه. هرچند همه از فیلتر شورای نگهبان عبور میکنن، اما هر کدام را که نظر جامعه روی آن بیشتر باشه، سپاه هم این شخص رو مورد حمایت قرار میده. مساجد هنوز هم مرکز خبرچینی هست برای اطلاعات سپاه و بسیج؟ بله، خب اکثر پایگاه های مقاومت، البته میگم اکثر چون سپاه بعدها بسیج رو خیلی گسترش داد و سعی کرد که همه ارکان کشور از دانشجویی و کارگری و نمیدونم اداری و مداحان و غیره رو تحت پوشش قرار بده، اما همچنان محلات و مساجد به عنوان یکی از مراکز بسیج مطرح هستند. البته در مقاطعی فعالیت ها خیلی کم شد، خیلی از مساجد پایگاه هستند درشون ماها باز نمی شد. سپاه از سال اگه اشتباه نکنم حالا 86-87 طرحی رو به عنوان طرح صالحین پیش برد که این طرح باعث شد که دوباره در به مساجد و پایگاه ها باز بشه و حداقل یک جلسه ای رو اونجا داشته باشن، ساختاردهی و سازماندهی مجدد بشن. بله، همچنان هر پایگاه مقاومت 6 نفر به عنوان در واقع مخبر یا اون خبرچین محلی به کارگیری میشه که یک نفر به عنوان مسئول و 5 نفر به عنوان نیروی اطلاعاتی ازشون یاد میشه. آقای رضایی، تو آنجایی که شما خبر دارید، مهندسی انتخابات از طرف سپاه به چه نوعی هست؟ و این تقلبی که خیلی از وقتا خود کاندیداهای رژیم هم مثلا در زمان ریاست جمهوری متفاوت اعلام کردن که برخی نیروهای نظام که مشخصا منظورشون سپاه بوده در تقلب انتخاباتی دست داره، این تقلب به چه شکلی هست؟ به چه شیوهی هست؟ به اعتقاد من اصلی ترین مرحله تخلف در صلاحیت دادن ها هست. به هر حال شورای نگهبان به عنوان متولی تایید صلاحیت کاندیداها در استانها هم دفاتری رو داره. این دفاتر استانی رو برید بررسی بکنید، اکثرا دست پرسنل بازنشسته سپاه، آن هم پرسنل حفاظت اطلاعات سپاه یا پرسنل نمایندگی ولی بقی در سپاه هست. در بعضی مراکز نیروهای قدس هم حضور پررنگی اونجا دارن. لذا در همون تعیین صلاحیت ها اصلی ترین تخلف انتخاباتی شکل میگیره و نیروهایی که میتونن، افرادی که میتونن شایستگی در واقع حالا ریاست جمهوری یا مجلس رو داشته باشن اما ممکن هست منتقد باشن و نظر متفاوتی رو با نظر سپاه یا نظر غالب در حاکمیت داشته باشن، همون ابتدا اینها کنار گذاشته میشن. در مرحله تبلیغات انتخاباتی باز کسانی که به اعتقاد سپاه ارجحیت کمتری رو دارن به نحوهای مختلف مورد در واقع تخریب قرار میگیرن، حذف میشن، و یا اینکه با حمایت از کاندیداهایی که مطرح تر هستند اون شخص رو میبرند بالا. این حمایت ها هم مادی هست، یعنی کمک مادی در تبلیغات انتخاباتی هست، هم کمک به اصطلاح امکاناتی هست، و هم کمک در واقع تبلیغات مستقیم است. به هر حال همین پایگاه های مقاومت بسیج کم تأثیر نیستند و بخشهایی از اونها هنوز تحت تأثیر سپاه عمل میکنن که سپاه میتونه دستوری بگه که چه کسی به عنوان به اصطلاح منتخب بایستی بیرون بیاد.
آقای رضایی، در یک گزارش محرمانه سال 1388 خرداد 88، سازمان ملل متحد در این گزارش محرمانش اومده که جمهوری اسلامی ایران یکی از بزرگترین قاچاقچیان مواد مخدر هست و دست هم گذاشتن روی نقش سپاه در قاچاق مواد مخدر. خود اکبر عبدی هم اکبر گنجی هم در کتاب عالی جنابان سرپوش در این مورد نوشته و احمدی نژاد هم یکی از این صحبتاش هست که میگه برادران قاچاقچی خودمون. خود روحانی هم یه بار در این مورد صحبت کرد، از پول کثیف گفت، از پولشویی گفت. من میخوام بدونم اینا تا چه اندازه‌ای و به چه شیوه‌ای هست این دخالت سپاه یا این فعالیت‌های سپاه در قاچاق مواد مخدر یا کلاً در قاچاق کالا. ببینید، موضوع حالا قاچاق چه بخش مواد مخدرش چه سایر کالاها از اونجا شکل گرفت که به خصوص در دهه 80، حالا از دهه 70 شروع شد، موضوع تهاجم فرهنگی در کشور در واقع حلقه زبان ها شد و خود رهبری چندین بار در سخنرانی هاشون یا در نامگذاری سالها موضوع تهاجم فرهنگی رو مطرح کردن. در قبال این، در سپاه این شد که اگر از فرهنگ به عنوان یک سلاح، به عنوان یک ابزار بر علیه ما استفاده میشه، ما چرا از ابزارهایی که در اختیار داریم از جمله مواد مخدر بر علیه غرب یا بر علیه دشمنانمون استفاده نکنیم؟ اینها رو به عنوان آشکار هم میگفتن. اما اینکه کدام سازمان و چطور وارد این عمل شد، بخش اقتصاد برون مرزی سپاه رو به سپاه قدس موکول کردن، لذا همین باعث شد که موضوع قاچاق رو هم در اختیار سپاه قدس قرار بدن. حالا یک بخشش بخش مواد مخدر بود، یک بخشش بخش نفت بود که خب ثروت خیلی زیادی رو از این حوزه خود سپاه مستقیما به دست آورد که خب فکت‌هایی هم هست در این خصوص. و در خصوص کالاهای قاچاق هم به بهانه دور زدن تحریم هر چه توانستن، چه در صادرات چه در واردات، این رو انجام میدادن که خب این در حوزه سپاه قدس مطرح بود بیشتر. مرکز مطالعات راهبردی سپاه کی تأسیس شد، کارش چی و حالا مسئولش کیه؟ ببینید، ما دو تا مرکز مطالعات راهبردی داشتیم. یک مرکز مطالعات راهبردی سپاه که به همین اسم هست، من حالا شروعش رو نمیدونم، ولی در ابتدای دهه 80 آقای سردار جعفری مسئولیت این نهاد رو بر عهده داشت که اون محمد علی جعفری متخلف عزیز جعفری. بله، حالا ممکنه با حفظ سمت بوده، ولی این مرکز چیستی سپاه رو تعریف کرد. چون در دهه 70 که جنگ تمام شده بود و سپاه به عنوان یک در واقع نهاد مازاد در کشور بود، به خاطر اینکه بالاخره پس از جنگ هم ارتش وجود داشت، هم وزارت اطلاعات وجود داشت، هم نیرو انتظامی وجود داشت و عملا سپاه در دهه 70 هیچکاره بود، اصلا خود سپاه هم نمیدونست چیکاره است. و همون موقع هم بحث ادغام سپاه در ارتش و نیرو انتظامی، سپاه رو هم به نیرو انتظامی. اما سپاه اومد و به خصوص در دوره رفسنجانی وارد حوزه سازندگی شد و به دولت قول داد که هزینه های خودش رو خودش تأمین بکنه و در سازندگی کشور هم مؤثر باشه. این باعث شد که اون موقع جلوی ادغام یا انحلال سپاه گرفته شد. اما هنوز سپاه بی هویت بود. ما در واقع معاونت مطالعات راهبردی سپاه اومد که اصلا سپاه چی هست و مأموریتاش چیه. ماحصل مطالعاتی که انجام دادن این شد که اصلا سپاه یک تشکیلات مأموریت محور نیست، یعنی هیچ نهاد بالادستی نداره که به سپاه مأموریت بده، بلکه سپاه یک نهاد رسالت محور هست و این رسالتش رو خودش تعریف میکنه که من چه کاری رو باید انجام بدم. اما به خاطر اینکه این رو ریز بکنن، اومدن و 5 تا مأموریت یا حوزه
حوزه مأموریتی برای خودشون تعریف کردن، این مرکز در واقع تعریف کرد که شامل مقابله با تهدیدات سخت یا همون بخش تیپ و لشکرهای سپاه بود، مقابله با تهدیدات نیمه سخت که باز همین یگانهایی که وجود داشت به خصوص مثلا در ماجرای کردستان و مقابله با در واقع اقدامات شبه نظامی وارد عمل می شد. بخش سوم مقابله با تهدیدات نرم بود که وظیفه بسیط و بخش از اطلاعات سپاه شد. بعد دو حوزه دیگه هم، یکیش عمق بخشی داخلی که همین اتفاقی که الان افتاده، یعنی از ریاست جمهوری و مجلس خبرگان و نمیدونم نمایندگان مجلس تا استاندار و فرماندار و بخشدار همه نیروهای مورد تایید سپاه هستن. این ماجرا، این موضوع تحت عنوان عمق بخشی داخلی تعریف میشد و عمق بخشی خارجی که همین گروه های نیابتی که سپاه قدس ساخت و همکنون در اختیار داره و این بود که گسترش ایدئولوژی شیعه‌گری رو در کشورهای اسلامی و منطقه داشته باشند. این شما مدرس جنگ نرم بودید. آیا در سپاه این بخش واقعا اختصاص داره علیه دشمن یا علیه مردم؟ نه، موضوع جنگ نرم در جمهوری اسلامی بیشتر دفاعی هست، به خاطر اینکه چون ایدئولوژی که جمهوری اسلامی بر پایه آن شکل گرفته به شدت شکننده است. شما همین الان مخصوصا از موقعی که شبکه‌های اجتماعی همه‌گیر شدند چقدر شبهات در ایدئولوژی شیعی یا ایدئولوژی انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی به وجود اومده. چون ماهیت ایدئولوژی که جمهوری اسلامی دچار تهدید بود، موضوع جنگ نرم بر این اساس شکل گرفت که چجوری میشه با این مقابله کرد. تلاش های بسیار زیادی شد که بتوانند در واقع اولا جلوی شبهات رو بگیرن، جلوی پخش شبهات رو بگیرن، در مرحله بعد این رو پاسخگو بکنند، در واقع پاسخگو باشن و بتونن به این به اصطلاح شبهات به نوعی مالکشی بکنن و این رو رفع بکنن و در مرحله بعدی هم تولید محتوا بکنن و این محتواهای خودشون رو در برابر این شبهات و مشکلاتی که در حوزه ایدئولوژی برای جمهوری اسلامی پیش میاد این رو مطرح بکنن. لذا بیشتر تدافعی بود، البته حوزه تهاجمی هم داشت. مثلا دراویش رو در اهل سنت به عنوان یک هدف برای در واقع تبلیغ شیعه‌گری مطرح قرار داده بودن، یا در کشورهای مثل آذربایجان که بستر مذهبی قبلا وجود داشته اما پس از جدا شدن از ایران در دوره حکومت شوروی سابق به نوعی به سمت لایسیته رفته بود، اینها رو احیا بکنند. معاونت 2000 چیه؟ معاونت 2000 معاونت سایبری سپاه هست که یکی از تحت فرمان کدوم قسمت این معاونت؟ بله، و کارش هم اگر توضیح بدید ممنون میشم. در سپاه دو جور سایبری داریم. یک سایبری تولید محتوا و یا کارهای ارزشی هست، اینهایی که در شبکه‌های اجتماعی میان مثلا از رهبری تعریف میکنن یا میرن لایک میکنن پیام ها رو میدن یا میان تهدید میکنن مخالفین و مبارزین رو، این یک سایبری هست که تحت اختیار معاونت فرهنگی است. سازمان های مختلفی هم داره، سازمان اوج مثلا یک بخشیش رو بر عهده داره، سازمان یک سازمان دیگه هم هست من الان اسمش فراموش کردم. خب اینها بیشتر در حوزه فضای مجازی و تولید محتوا کار میکنن، اما یک سایبری که تحت عنوان 2000 هست، این در سازمان اطلاعات سپاه هست و وظیفه اش شناسایی و انجام اقدامات اطلاعاتی و قضایی بر علیه مخالفین جمهوری اسلامی هست. اینکه رهگیری بکنن، آیپیش رو پیدا بکنن، آدرسش رو پیدا بکنن، ایمیلش رو پیدا بکنن، گوشی رو هک بکنن، این اقدامات در معاونت 2000 صورت میگیره. سازمان دوم چیه؟ سازمان دوم شما سوالات خیلی تخصصی میپرسید. بعد یه دفعه ببینید، سپاه یک سازمان رسمی داره، مثلا میاد یک نفر در نیروی انسانی کار میکنه، اون یکی نمیدونم در
حسابداره، اون یکی در بخش آموزش، اون یکی در اطلاعات هست، مهندسی و رده های مختلف. اما سپاه اومده برای حالت بحرانی و اضطراری یک سازمان دوم هم تشکیل داده و بیشتر اونهایی که در شرایط بحرانی مخصوصا در شورش ها و زمانهایی که واقعا حاکمیت تهدید میشه اصولا کار خاصی نداره. مثلا کسی که در حسابداری هست، در نمیدونم بخش کامپیوتر کار میکنه، در رده های مختلف هست، اینها رو در قالب گردان های امام علی یا گروهان های ضد شورش سازماندهی میکنه که به این میگن سازمان دوم سپاه. آقای رضایی گرامی، یکی از گفتگوهای شما را که نگاه میکردم در مورد آمار نیروهای نظامی که از شما سوال کردن، شما اشاره داشتید که حد اکثر 4000 نیروی نظامی از پلیس و بسیج گرفته تا سپاه تو ایران هستش. اگر تظاهرات متحدی از جانب مردم شکل بگیره، آیا این نیروها میتونن جلوی اراده مردم وایسن؟ خدمت شما عرض بکنم 4000 پرسنل سازمان اطلاعات سپاه. بله 400000، بله کاملا درسته، 400000 نفر که حدود 100000 نفر پرسنل سپاه هست، همین حدود تقریبا پرسنل ارتش هست. نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات و بسیج همه رو سر هم بکنیم، حد اکثر توان بسیج جمهوری اسلامی، توان بسیج نیروی سرکوبگر یا نظامی 400000 نفر من برآورد میکنم که شاید به این چیزم نرسه، چون این لزوما نمیتونه تحقق پیدا بکنه. کما اینکه بخش بزرگی از این نیروها اصولا درگیر در کارهایی هستن که نمیشود همه کارها رو رها کرد، به هر حال بخشای مختلف اداری همچنان باید باشه، لذا رقم بسیار کمتر هست. یعنی از این 400000 هم کمتره؟ قطعا کمتره. 400000 نفر رقم خیلی بزرگی هست، برای یک جنگ میشه از 400000 نفر استفاده کرد. برای مقابله با مردم قطعا بسیار بسیار کمتر از این هست. در نهادهای سپاه، شما چند بار در همین مصاحبه اشاره داشتید به کردستان، در نهادهای سپاه در مورد برخورد با کردها و یا ملت‌های دیگه در ایران آیا تعلیمات ویژه‌ای برای سرکوب وجود داره؟ چی میگن در مورد این مسائل به ویژه کردستان؟ ببینید، یک حالا بگیم ماجرا، یک موضوعی تحت عنوان ایران شهری وجود داره که این چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب، در واقع در هر دو حکومت پهلوی و جمهوری اسلامی سر این موضوع توافق داشتن. حالا این نفوذهایی هم در حاکمیت وجود داره. اینها ایران رو متشکل از یک نژاد و یک زبان میدونن و تفاوتها رو اصلا قائل بهش نیستن و نمیتونن واقعا اتنیک‌ها رو درک بکنن. این باعث شده در همون ابتدای انقلاب که بالاخره گروه های مختلف اتنیکی، چه کردها در کردستان، چه آذربایجانی ها تحت عنوان خلق مسلمان، چه در گرگان ترکمن ها و در جاهای دیگه ملت ها خواسته هایی داشتن، اینها تحت همین ایران شهرگرایی یا ایران یکپارچه یا آریاگرایی اقدام به سرکوب کردن. خب اون موقع روی ایدئولوژی و تبلیغات به نوعی اعتقادی هم سوار شدن، مخصوصا در حوزه کردستان که در واقع از لحاظ مذهبی کمی متفاوته با اون ایدئولوژی حاکم بر جمهوری اسلامی بود، خیلی سریع این رو سعی کردن به وصل بکنن به دشمن و بیگانه و خارجی و با حد اکثر در واقع اون شدتی که وجود داشت اقدام به سرکوب مبارزین کرد و بقیه بکنن. اما چون کردها سازماندهی و ساختارمندی نسبتاً قوی داشتن و مخصوصاً در حوزه جنگ تریکی بسیار مجرب بودن، به راحتی این اتفاق نیفتاد و تا امروز همین ادامه داره. بخش 0120 در نیروی زمینی سپاه کارش ترور و آدم ربایی بود، به ویژه علیه احزاب کرد. میخوام ببینم حالا این وظیفه برای کدام بخش از سازمان اطلاعات سپاه است؟
F-120 همچنان در اطلاعات نیروی زمینی سپاه وجود داره. مستحضرید که یک بخش از اطلاعات نیروی زمینی سپاه تحت عنوان مراکز اطلاعاتی که یک مراکز اطلاعات برونمرزی هستند در استانهای در واقع مرزی وجود داره. مثلا در ارومیه مرکز 124 انبیا بیشتر کارهاش رو در حوزه کردستان انجام میده. اینها هم 0120 دارن. اتفاقا من اولین بار که اسم 0120 رو شنیدم یکی از فرماندهان مرکز اطلاعات 124 انبیا تعریف میکرد که بله ما به اصطلاح ماموریت هایی رو داشتیم از جمله مسموم کردن مثلا منابع آبی و غذایی گروه های کردی، یعنی در این حد انجام میدادن. حتی خاطره ای رو یکی از این مسئولین تعریف میکرد که بارها شده که افرادی رو در واقع به عنوان نفوذی وارد احزاب کردی بکنن با این ترفند که شما این مأموریت رو برای ما انجام بده، ما خدمت سربازی شما رو عفو میکنیم و این رو به عنوان خدمت سربازی شما تلقی میکنیم و از این طریق در واقع نفوذهایی رو در گروه ها انجام دادن و دست به ترورها یا حتی بمبگذاری ها و مینگذاری ها و ایجاد تلفات کردن که این بخش همون 0120 هست که کارهای اینچنینی رو انجام میده. در مورد ترورها گفتید، ترورها آیا واقعا کار وزارت اطلاعات یا سازمان اطلاعات سپاه؟ ببینید نمیشه گفت که کار کدوم هست، چون هر کدوم از اینها ممکنه ساختار و سازمان مشابهی رو داشته باشن. کما اینکه در قطرهای زنجیره‌ای دیدیم که وزارت اطلاعات به راحتی و به تعداد زیاد قطر انجام داده، یا همین اعتراف ها هایی که وجود داشته، بمبگذاری های مانند بمبگذاری در حرم امام هشتم رو وزارت اطلاعات انجام داده، یا بخشی از بمبگذاری هایی که در تهران صورت می گرفت در زمان جنگ و این رو گردن سازمان های مثل مجاهدین خلق می انداختن. این قبیل اقدامات در اون مقطع توسط وزارت اطلاعات شکل می گرفت. در شرایط فعلی هم توسط سپاه و هم توسط وزارت اطلاعات ممکن است این تداوم داشته باشه و شواهد قرائن هم هست، اما به خاطر اینکه افشا نشه این ماجرا در سطوح بکلی سری انجام میدن و مخصوصا در سالهای اخیر حفاظت اطلاعات سپاه خودش وارد بخشی از این ماجرا شده و بخشی از عملیات ها رو خودشون هدایت میکنن. آقای رضایی، تا اونجایی که من اطلاع داشته باشم یک گردان از سه گروهان تشکیل میشه، هر گروهان هم 70 نفر. در کردستان ایران چند گردان هستش؟ چون میدونیم خب قرارگاه غرب نجف اشرف داریم، نبی اکرم کرمانشاه رو داریم، انصارالحسین همدان، امیرالمؤمنین ایلام، قرارگاه حمزه رو داریم، بعد خدای آذربایجان، بیت المقدس کردستان. اگر بگیم منطقه غرب کردستان ایران، این شما هیچ آماری دارید در این مورد؟ ببینید سپاه یکی از اون بهانه های حفظ سپاه، بهانه های بقا برای سپاه همین دامن زدن به ناامنی در جاهای مثل کردستان یا سیستان بلوچستان هست و با این ناامنی ها خودش رو توضیح میکنه که من ضروری هستم، در حالی که اصولا کشور دارای مرزبانی هست، دارای ارتش هست که حفاظت از مرزها رو بر عهده بگیره، دارای وزارت اطلاعات هست که اگر اقدامات ضد امنیتی هست بایستی برخورد بکنه. اما سپاه کردستان رو به چند دلیل دست خودش نگه داشته. اول اینکه به مردم ایران بقبولونه که اگر من نباشم گروه های مسلح کرد یا دیگر گروه های تکنیکی که خواسته هایی رو دارن کل ایران رو اشغال میکنن یا باعث تجزیه ایران میشن و پشت اینها هم همیشه بالاخره حرف هست که اسرائیل و آمریکا و عربستان و همه دست به دست هم دادن که ایران تجزیه. سپاه این موضوع رو مطرح میکنه که اگر من نباشم در کردستان گروه های کردی با حمایت آمریکا و اسرائیل و عربستان و غرب و همه کائنات دست به دست هم میدن که ایران رو تجزیه بکنن، در حالی که اکثر گروه های اتنیکی که چه مبارزه مسلحانه دارن چه مبارزه مدنی دارن
خواسته های در واقع فدرالیستی رو مطرح می کنند و خواسته های اتنیکی خودشون رو در قالب فدرالیسم یا کنفدرالیسم همواره مطرح کردند. اما سپاه میاد دامن میزنه به ناامنی در کردستان به خاطر اینکه وجود خودش رو برای مردم توضیح بکنه. علاوه بر این سپاه با این لشکرکشی هایی که به کردستان انجام میده نیروهاش رو سعی میکنه که همواره مورد نیاز و آماده نگه بداره و سالانه ماموریت هایی رو که به تیپ های حالا مردم پایه یا تیپ هایی که در استان ها هستن میده که چند ماهی رو در مناطق مختلف کردستان یا آذربایجان غربی داشته باشن. فارغ از این چون راجع به ساختار گفتید این رو بگم که در کردستان و آذربایجان غربی اومدن ناحیه های مقاومت که در استان های در واقع غیر کرد ماموریت های عمدتا زنگ نرمی رو انجام میدن، اما در ناحیه های کردستان یک تیپ رو در اختیار در واقع فرمانده ناحیه قرار دادن که بتونه سازماندهی مسلحانه و نظامی داشته باشه. تیپ چند نفره در سپاه؟ البته این تیپ ها بیشتر حالا تیپ های کاغذی هستن، یعنی هیچ وقت نمیتونن اون نیرو رو به اصطلاح به حد نصاب برسن. حتی گردان های سپاه هم الان به حد نصاب نمیرسه و به ندرت ما میبینیم که مثلا یک گردان 300 نفره رو سپاه بتونه وارد عمل بکنه. ولی خب تیپ ها معمولا به گردان رو به اضافه حالا برخی از ارکان مثل گردان ادوات، گردان توپخانه اینها رو هم داشته باشه، ولی معمولا اینطوری نیست. سه گردان متوسط یک تیپ است. بله. شما در حوزه جمهوری آذربایجان هم بودید و رژیم ایران به خاطر اینکه حرکت های آزادی خواهی و دموکراسی خواهی مردم آذربایجان رو سرکوب بکنه، این حرکت ها رو متهم میکنه به اینکه اینا خواهان جمهوری آذربایجان و ترکیه، خواهان جدایی آذربایجان از ایران هستند. آیا واقعا این کشورها خواهان جدایی آذربایجان از ایران هستند با توجه به اینکه خب ترکیه رابطه خوبی هم با تهران داره؟ ببینید در دنیای امروز اصولا مرزها به سمت برداشته شدن میره و لزوماً امپریالیسم یا کشورگشایی اصلا معنی نداره. امپریالیسم یا کشورگشایی تحت معاهدات و کنفدراسیون ها معنی پیدا میکنه. شما مثلا همین اروپا رو ببینید، هر جایی دولت ملت خودش رو داره اما واحد پولی مشترک دارن، ارتش مشترک دارن و در صلح و صفا هم زندگی میکنن و به همدیگه کمک میکنن. طبیعتاً کشورهای مختلف اونهایی که ذهن بازتری دارن به این سمت گرایش پیدا میکنن، اما جمهوری اسلامی که خودش یک در واقع حکومت امپریالیستی هست، یعنی همین الان چه در حوزه ایدئولوژی که دنبال امپریالیسم شیعی دارن میگردند و گسترش تشیع که این ماجرای گروه های نیابتی هست، چه در حوزه حالا ایران شهری که خب باز هم حوزه نمیدونم فرهنگی ایران، حوزه باستانی ایران رو مطرح میکنن. اما واقعا کشورها به سمت کشورهای مثل ترکیه و آذربایجان به سمت این ماجرای کشورگشایی نیستن. در آذربایجان یک دوره، در دوره ابوالفضل السبک که درگیر با جنگ قره‌باغ بود، ایشون طرفدار الحاق دو آذربایجان بود، طرفدار اتحاد دو آذربایجان بود، کما اینکه بالاخره آذربایجان سابقه وحدتش خیلی زیاد هست و در واقع در 150 سال گذشته مثلا این جدایی شکل گرفته، جدایی فیزیکی، اما بالاخره جدایی فرهنگی و جدایی چجوری میگن ژنتیکی صورت نگرفته. اما اینکه جمهوری اسلامی الان فکر میکنه که اونها دارن هزینه میکنن که آذربایجان ایران جدا بشه و ملحق به اونها بشه، این نیست. دلیلش هم خیلی واضح هست. ببینید مثلا جمهوری آذربایجان 8 میلیون نفر جمعیت داره. جمعیت آذربایجانی ها در ایران در خود جغرافیای آذربایجان رو بخوایم فرض بکنیم بسیار بیشتر از اون جمعیت هست. خب طبیعتا اگر این اتحاد شکل بگیره اون حذف میشه. هیچ وقت یک حکومتی، یک
در واقع حکومت پابرجا دنبال این نمیاد که یک نیروی قوی تر و زیادتر به اون تزریق بشه و خودش هضم بشه و حذف بشه. این حالا منطقی ترین شکل هست، اما از دید در واقع فرهنگی بله طبیعتاً همچنان که جمهوری اسلامی دنبال وحدت تشیع هست، دنیای ترک در حال شکل گرفتن معنوی هست، دنیای کرد در حال شکل گرفتن معنوی هست، دنیای عرب در حال اتحادهای مختلف هستن و این طبیعی هست که ما اینکه خود جمهوری اسلامی مثلا نظری که نسبت به تاجیکستان یا افغانستان داره خب یک نظر فراتر از حاکمیتی هست. آقای رضایی، ارتش وظیفش حفاظت از مرزهای کشور در کل دنیا، اما خب در ایران میبینیم که اومده قرارداد بسته با نیروی انتظامی برای آموزش سرکوب تظاهرات و اعتراضات مدنی مردم. چرا؟ ببینید، ارتش وظیفه‌اش حفاظت از تمامیت ارضی کشور یا جغرافیای کشور هست. در قالب سازماندهی که ارتش‌ها دارن، یک یگان تحت عنوان یگان ضد تروریسم در ارتش‌های دنیا وجود داره. در ارتش ایران هم از همون دوره پهلوی تیپ نوهد و یک تیپ دیگر به عنوان یگان ضد تروریسم بوده که خب اینها به صورت تخصصی همواره آموزش‌ها و کارهای ارتش‌ها تقریبا در همه دنیا، ضمن اینکه حفاظت از تمامیت ارضی کشور رو بر عهده دارن، به یگان‌های تخصصی مختلف هم تقسیم میشن. از جمله این یگان‌های تخصصی یگان ضد تروریسم است. ارتش ایران هم از دوره شاه یگان ضد تروریسم داشت که تیپ نوحد و یک تیپ دیگر وظیفه ضد تروریسم رو بر عهده داشت. نیروی انتظامی در سالهای اخیر به خاطر اینکه به سرکوب ملت و شلیک‌هایی که مستقیما روی ملت ایران انجام میده اینها رو توجیه بکنه، اومده و یک یگانی رو تحت عنوان نپو شکل داده و عنوان ضد تروریسم روش گذاشته. چون آموزش‌های تخصصی اینها نداشتن، از ارتش اومدن قرارداد بستن که کمک بکنه ارتش به آموزش اینها، که این در واقع اصلا خلاف اون وظیفه‌ای هست که ارتش به خاطر اون تشکیل شده. نیروی انتظامی وظیفه سرکوب رو داره، وظیفه حالا به صورت قانونی وظیفه تأمین امنیت داخلی رو داره، لذا نمیتونه یک یگان ضد تروریست باشه. این که به مردم شلیک بکنی این مقابله با تروریسم نیست، این فرار از قانون و توجیه هست. من دقیقا سوال بعدیم همین، چه نهادی اون دستور رو و اون اجازه رو به نیروی نظامی میده، حالا چه پلیس باشه، چه ارتش باشه، چه سپاه باشه، که به روی مردم شلیک بکنند؟ ببینید، اصولا هیچ نیروی نظامی مسلحی که خودش رو نیروی مدافع وطن میدونه، نیروی مدافع مردم میدونه، نمیتونه روی مردم شلیک بکنه. جای تأسف هست که در واقع مسئولین سیاسی و امنیتی کشور، در واقع حالا میگیم کشور، حکومت جمهوری اسلامی در سالهای متعدد که حالا گذشته چندین بار دستور شلیک به مردم رو دادن و گاهی این شلیک ها به عنوان قتل عام شکل گرفته. اصولا بر اساس وظیفه ذاتی شورای تأمین استانها و شورای امنیت وزارت کشور هست که وظیفه مقابله با شورش ها و ناامنی ها رو در داخل کشور بایستی داشته باشه. وظیفه دستور شلیک رو هم اصولا بایستی شورای تأمین بده. ولی آنچه که دیده میشه در کشور، گروه های متعددی هستن که خودشون رو فراقانونی میدونن، به اصطلاح آتش به اختیار میدونن و هر کجا که شد، چه به صورت دستوری چه به صورت آتش به اختیاری، وارد معرکه میشن و مستقیما به روی مردم شلیک میکنن. لذا به این راحتی نمیشه گفت که چه کسی دستور میده. قانونی باشه شورای امنیت کشور و شورای تامین هست، اما اون چیزی که در عمل میبینیم یک آشفتگی خاصی هست که دیده میشه. آقای رضایی، بحث تظاهرات و اعتراضات شد، یک سوال رو بخواستم
از شما داشته باشم و طبق تحلیل های خودتون، برآورد های خودتون، خب شما 28 سال در سپاه بودی در مناصب خیلی مهم و متفاوت و این رو میخواستم شما بیان بکنید. آیا واقعا جمهوری اسلامی با اعتراض و تظاهرات خیابانی سقوط میکنه؟ پاسخ یک کلمه ای نه. ببینید جمهوری اسلامی طی این 40 خورده ای سالی که بوده اقدام به ساختارسازی و شبکه سازی کرده و سعی کرده قدرت رو توزیع بکنه، مخصوصا سپاه پاسداران به عنوان دولت در سایه در واقع بخش بزرگی از حاکمیت کشور رو در اختیار داره و اینکه با اعتراض ساقط بشه این عملا امکان پذیر نیست. البته اعتراض ها بسیار مؤثر هست، اعتراض ها بسیار تاثیرگذار هست، اما صرفا با اعتراض به اصطلاح اعتراض داخل خیابانی نمیشه، مگر آنکه همه مردم، وقتی میگیم همه مردم یعنی اکثریت مردم شامل زن، بچه، پیرمرد بیان و خیابان ها رو اشغال بکنن، نهادهای مثل وزارت کشور، مثل صدا و سیما، مثل بخشهایی از پلیس، مثل بخشهایی از ارتش و یا حداقل خیابانهایی که منتهی میشه به مراکز سرکوب، اینها رو تحت اشغال قرار بدن و این اعتراض به صورت ماهانه تداوم داشته باشه. اتفاقی که در مصر شاهد آن بودیم، اتفاقی که در ترکیه داشت شکل میگرفت، این چنین اعتراض اگر صورت بگیره بله قابل سقوط است. با تشکر فرمان از جناب آقای علی رضایی، جانشین سابق فرمانده اطلاعات سپاه استان اردبیل، که در این برنامه دیالوگ با ما بودید. بینندگان گرامی، قسمت دوم گفتگو با جناب آقای رضایی اختصاص داره به ساختار اطلاعات سپاه که در این مورد هم حتما بیننده برنامه دیالوگ و گفتگو با جناب آقای رضایی باشید. آقای رضایی، ممنون از حضور شما در برنامه. ممنون از شما و همه بینندگان عزیز و گرامی. زنده باشید تا برنامه آینده. شاد و پیروز باشید.